در قدم اول در دنیا اینو بدونید که واکسن فیک امروز در دنیا بسیار زیاده. واکسن کووید 19 تقلبی امروز یکی از معضلات بسیاری از نظام‌های سلامت است. قاعدتاً با این تقاضا و نیاز موجود و البته عرضه محدودی که در دنیا هست، افراد سودجو و فرصت طلب دست به کار میشن. این یک مورد. مورد دوم این که واکسن فراورده بیولوژیک، به خصوص واکسن، اون هم با واکسن‌هایی با این رعایت زنجیره سرد که اسمش بعضن گفته میشه که یه دقت خاصی رو میخواد و حتی نظام‌های سلامت هم دشواری دارن در -70 درجه حتی -20 درجه. اینها خب به هر حال قطعا هموطنان عزیز ما عاقل هستند و میدونند که اینجور واکسن ها رو نباید از بازار غیر رسمی و بازار سیاه تهیه کرد. ثبت نام در بیمارستان خصوصی هم که من بعید میدونم، اگر باشه که قطعا به شدت باید با این موارد برخورد بشه. ما چنین گزارشی تا این لحظه نداشتیم و فکر می کنم دوستای من گفت میخوام برم بر پدر مادرم، هر چقدر اصرار کردم اسم بیمارستان رو بگم میدونم، ولی اگر باشه ما استدعامون از مردم اینه که حتما به ما به دستگاه های امنیتی و انتظامی گزارش کنن مواردی، هر گونه موارد حتی مشکوک رو، با این افراد باید به هر حال شناسایی بشن، برخورد بشن. این فراورده ای نیست که ما بخوایم، حتی بقیه هم نباید ساده گرفت و کالاهای سلامت میفره، ولی در مورد فراورده بیولوژیک و واکسن این گونه بخواد سلامت عمومی جامعه در معرض تهدید قرار بگیره توسط افراد به انگیزه های سوء استفاده و انگیزه های مالی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. قطعا هم دستگاه های مربوطه، دستگاه های انتظامی و امنیتی در این موضوع ورود خواهند کرد. سرنخ‌های قطعا به دست خواهد آمد از همین مواردی که منتشر میشه در فضای مجازی. سرنخ‌های شما به دست آوردین؟ ما که عرض کردم حوزه کارویژه و ماموریت ما به هر حال جستجوی کاراگاهی در این حوزه نیست، ولی قطعا ما هم به عنوان یک شاکی در کنار بقیه مردم به عنوان مدعی و متولی سلامت جامعه از نیروهای امنیتی خواستیم که پیگیر باشیم. قطعا این موارد پیگیری خواهد شد، چه از مسیر پلیس فتا، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و دادستانی عزیز به عنوان مدعی العموم، مدعی برای سلامتی که از حقوق عمومی است و از حقوق عامه است. ولی ما توصیه‌مون در قدم اول، چون به حال مسئول‌سازی اول آگاه‌سازی افکار عمومی هست، مردم و عزیزمون توجه داشته باشن، واکسن اون هم فراورده‌ای با این نکات و ظرایف رعایت زنجیره سرد فراورده‌ای نیست که از بازار غیر رسمی تهیه بشه. خود ما در توزیع اون با همه امکانات دشواری‌هایی داریم، تأخیر و تأخرهایی داریم، به خاطر اینکه این دقیقاً این زنجیره سرد رعایت بشه، این حفاظت‌ها و این مشکلات. حالا اینکه یه فراورده‌ای رو یه افراد غیر حرفه‌ای از مسیرهای غیر رسمی، قطعاً زنجیره سرد در مورد اینها رعایت نخواهد شد. اگر فراورده جعلی نباشه، اگر تقلبی نباشه، قطعاً رعایت نخواهد شد. و خب طبعاً دیگه انسان پول بده و سلامتیش رو در مخاطره قرار بده، دیگه اون داستان مضاعف